در یک سال گذشته نسبت به اقدامات اسرائیل بارها صحبت کردیم درباره واکنش متقابلی که جمهوری اسلامی خواهد داشت، اما این بار بحث کشته شدن حسن نصرالله. فکر میکنیم واکنش جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله چی باشه؟ وقتتون بخیر خانم صادقی گرامی. پیش از این که واکنش جمهوری اسلامی بپردازیم، باید یک واقعیت رو نگاه کنیم که جمهوری اسلامی در موقعیت بسیار بحرانی قرار داره. چرا که پیش از اینکه نصرالله کشته بشه، در درون حزب الله لبنان ما شاهد یک دوگانگی و چند دستگی شده بودیم. چرا که بسیاری معتقد بودن نصرالله به حدی به جمهوری اسلامی سرسپرده است که اون ماهیتی که حزب الله از عمل به نوعی شکوه وارث اون بود برای اون چی که اون رو مقاومت لبنان می‌نامید عملا نادیده گرفته میشه. برای همین بزرگترین دغدغه جمهوری اسلامی در حال حاضر این هستش که فردی که الان دبیر کلی حزب الله رو به دست میگیره به همون اندازه نصرالله سرسپرده باشه به جمهوری اسلامی. بعد از اون وقتی به ساختار جمهوری اسلامی ما نگاه میکنیم، جمهوری اسلامی یک بخش عملگرا داره و یک بخش واکنشی داره. در رابطه با بخش عملگرا که بخش محدودی هست و اقلیت رو تشکیل میده، به خوبی میدونن در حال حاضر در یک بنبست ژئوپلیتیک قرار دارن و امکان این که بخوان در داخل منطقه علیه اسرائیل حمله ای داشته باشند را ندارن، چه مستقیم و چه حتی غیر مستقیم، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مطمئن شده از اینکه اسرائیل پاسخ خواهد داد به حمله ای که اونها داشتن. میمونه بخش واکنشی جمهوری اسلامی. برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه این بخش واکنشی رو راضی نگه داره، دست میزنه به صادر کردن بیانیه‌هایی و حتی این امکان وجود داره که برای نصرالله به عنوان مثال بخوان یک مراسم تدفین بسیار بزرگی برگزار کنند. اما این در واقعیتی که جمهوری اسلامی، حزب الله و زمین بازی خودش رو باخته تغییر ایجاد نمی‌کنه. اگر که این مسئله در واقع اونجوری که شما گفتید منجر به این بشه که پاسخگویی از سمت جمهوری اسلامی مطرح بشه، باید این رو هم در نظر بگیریم که روز گذشته پنتاگون تاکید کرد که هر واکنشی که جمهوری اسلامی نشون بده ما واکنش متناسبی نسبت به اون خواهیم داشت. فکر می‌کنین که این موضوع این احتمال رو برجسته می‌کنه که ممکن است آمریکا هم وارد این درگیری بشه؟ دقیقاً همین مسئله‌ای که می‌فرمایید یکی از دلایل ایجاد بازدارندگی علیه جمهوری اسلامی این هست که ایالات متحده هم اعلام آمادگی کرده و جمهوری اسلامی همین رو به خوبی می‌دونه که اگه بخواد واکنشی نشون بده نسبت به کشته شدن نصرالله، ایالات متحده هم در کنار اسرائیل خواهد ایستاد. از سمت دیگه جمهوری اسلامی با یک بحران دیگر هم روبروست در حال حاضر و اون هم اینه که به شدت داره سعی می‌کنه بتونه به یک توافقی برسه، یک توافق اولیه‌ای برسه تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده. سرنوشت این انتخابات هنوز براش مشخص نیست. داره سعی میکنه که یک بتونه از این حالت زوال و فروپاشی اقتصادی تا حد بسیار اندکی در بیاد. همه اینها رو که در کنار هم میگذاریم عواملی هستند که این امکان رو از جمهوری اسلامی در حال حاضر میگیره برای اینکه بخواد پاسخی علیه اسرائیل داشته باشه. و برای همین همونجور که پیش از این میشه گفتش که پیش بینی میشد و تخمین زده میشد، در حال حاضر جمهوری اسلامی در حال مشاهده فدا کردن حزب الله لبنان برای مقاصد خودش هست و یک بار دیگه داره نشون میده که به اون دکترینی که میگه حفظ نظام اوجب واجبات هست همچنان پایبنده. آقای مدرس، به ویدیویی که پیشتر دیدیم با هم پیش از صحبت با شما هم اشاره بکنم، جلسه عزاداری برای عباس نیلفروشان هست، مداحان که البته به صورت زنده از صدا و سیما پخش میشه، مداحان به عربستان سعودی حمله میکنن. در کنار اون کیهان هم خب گزارشی منتشر کرده عربستان سعودی و برخی همسایه ها رو سرزنش کرده که مقابل اسرائیل مقاومت نمیکنن. فکر میکنید اینها پیامی در مورد پاسخ جمهوری اسلامی داره؟ لزوماً نمیتونه در رابطه با پاسخش پیامی داشته باشه، ولی وقتی که ما نگاه میکنیم به اینکه جمهوری اسلامی یک بار دیگه دست زده به پروسه کنترل روایت ها، این نشون دهنده این هست که چون نمیتونه در اون بخش عملگراش واکنشی داشته باشه، داره سعی میکنه به نوعی اون بخش واکنشی ساختار خودش رو راضی نگه داره با بیان مسائلی از این دست. الان
افراد نزدیک به نظام به شدت دارن مانور میدن روی کنترل این روایت که مسئولیت رو از جمهوری اسلامی بکاهند، برای اینکه بگن اینها حزب الله رو قربانی اهداف خودشون نکردن و به نوعی بار مسئولیت رو به گردن همسایگان و کشورهای منطقه بیاندازن. این دقیقاً کنترل روایتیه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه انجام بده به دو دلیل: یک، رازی نگه داشتن این بخش واکنشی در جامعه و ساختار خودش، و دلیل دومی که وجود داره، جمهوری اسلامی الان با یک تزلزل ساختاری بسیار خطرناک روبرو میشه، چرا که باقی گروه‌های نیابتی هم به این درک میرسن که هر لحظه امکان قربانی شدن اونها هم وجود داره، چرا که هیچ کدوم از حزب الله نزدیکتر به جمهوری اسلامی نیستن. خیلی متشکرم از شما شاهین مدرس، کارشناس روابط بین‌الملل و تحلیلگر مطالعات امنیتی.